در آستانه میلاد با سعادت منجی بشریت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف همایشی با عنوان تجدید بنای بقی در حسینیه آصف الدوله بهادر بزرگترین حسینیه جهان واقع در شهر لکنوی هندوستان برگزار شد. این همایش روز یکشنبه 14 اسفند ماه 1401 ساعت 12:30 به وقت محلی آغاز شد و بیش از مدت 5 ساعت به طول انجامید. میرزا اعجاز اطهر و میرزا یعصوب عباس دو تن از شخصیات برتر هندوستان نقش بسزایی را در برپای این همایش ایفا نمودند. همایش تجدید بنای بقی همزمان از 4 شبکه اردو زبان هندوستان به نامهای خدیجه تیوی، حسینی چینل، پی 5 و عزاداری به صورت زنده پخش شد. علما و اندیشمندان بسیاری از نقاط مختلف کشور هندوستان از جمله بنگال، دهلی، راچی، بمبئی، کارگیل و کشمیر با حضور در این مراسم به بیان نقطه نظرات خود برای بازسازی بقی پرداختند. علمای هندوستان با اشاره به گذشته 100 سال از تخریب بقی خواهان بازسازی حرم ائمه بقی شدند. لازم به ذکر است وکیل آیت الله العظمی شیرازی در هند حجت الاسلام و المسلمین شیخ مصطفی ادیب نیز در این مراسم حضور یافتند. همکنون حجت الاسلام و المسلمین شیخ مصطفی ادیب از کشور هندوستان با ما هستند. سلام آقای ادیب، وقت شما بخیر. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. از جزئیات این همایش بیشتر برامون بگید، بفرمایید. این اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. این همایش همونطور که شما به بینندگان عرض کردید که این همایش در حسینی آصف الدوله به عنوان 100 سال گذشتن از تخریب بقی و مزارات بقی برگزار شد و الحمدلله نزدیک 200 و بیشتر تن از علما از اکثر نقاط هندوستان در این شرکت کردند. هزاران نفر از علاقمندان و محبان ائمه علیه السلام در این همایش شرکت کردند، نه فقط شیعه بلکه از اهل سنت و حتی هنود در این همایش شرکت کردند. یکی از روحانیون هندوها در این همایش شرکت کرد، چند تن از علمای اهل سنت شرکت کردند و همینطور یکی از پارلمان کشور نیپال هم در این حمایت شرکت کرد و همه با هم برای تجدید بقی هم از طریق قانونی هم از طریق دیپلماسی برای اینکه فشار بر حکومت عربستان آورده شود حبدت شدن و همینطور طبق فرمایش مرجع علی قدرت آیت الله العظمی صادق حسینی شیرازی به عنوان 8 شوال را به عنوان یوم عالمی بقی هم در هندوستان و هم در کشورهای دیگر و به ائمه جماعت تحوّج دادن که اینجور انجام بشه و سعی شود که فقط در یک روز این کار نباشه بلکه طول سال این کار به طرایق‌های مختلف از طریق سوشل میدیا، از طریق بیانیه، از طریق فشار بر حکومت‌ها انجام داده شود تا بالاخره این حرم انشاءالله تجدید بنا شود. همینطور یه بیانیه و یک نامه‌ای به نخست وزیر هندوستان نوشته شده که از طریق حکومت هندوستان بر دولت عربستان فشار آورده شود که این مزارات دوباره تجدید بنا شود. بله، با تشکر از حجت الاسلام و المسلمین شیخ مصطفی ادیب که از هندوستان با ما همراه بودند.